خوش اومدید. سلام، خیلی متشکرم که به این ویدیو نگاه میکنید. من احمد کرمی هستم و در این جلسه قصد دارم به بررسی انواع محتواها و پروژه‌های مختلف در موتورهای بازیسازی بپردازم. برای انتقال مفاهیم درسی ما روش‌های مختلفی داریم که در کلاس‌های درس میتونیم پیاده کنیم، اما اینجا لازم هست قبل از آن به بررسی انواع محتوا و معرفی انواع محتوا بپردازیم. انواع محتواها به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند: 1. متن، 2. تصویر، 3. پویانمایی، 4. فیلم، 5. بازی، 6. شبیه‌سازی و 7. صدا هست. خب ما برای پیاده سازی محتواهای مختلف چگونه میتونیم عمل کنیم؟ ما به چه چیزی نیاز داریم تا محتواهای درسی رو بسازیم و منتشر کنیم؟ در اینجا انواع نرم افزارها برای تولید محتوای الکترونیکی به دو دسته دو بعدی و سه بعدی تقسیم می شوند. یعنی شما محتواتون آیا دو بعدی هست یا سه بعدی؟ خب دسته اول محتواهای دو بعدی هستند، یعنی شما با استفاده از نرم افزارهای فتوشاپ، فلش، کامتازیا، ورد، پاورپوینت، استوریلاین و غیره میتونید محتواهای دو بعدیتون رو طراحی کنید، یعنی محتواهایی که فقط دارای طول و عرض هستن، مثلا کتابی که در دست دارید یا پی دی افی که مطالعه میکنید. این دسته جزء محتواهای دو بعدی رو تشکیل میدن. محتواهای سه بعدی رو میشه با موتورهای بازی سازی مثل آمازون لامبریارد، کرای انجین، یونیتی، آنریل انجین، استو انجین اچ دی و غیره پیاده سازی کرد. البته نرم افزارهای دیگری هم هستن که تعدادشون زیاد هست که میتونیم به صورت دو بعدی یا سه بعدی محتواهامون رو بسازیم. خب من در توضیحاتم به موتور بازی سازی اشاره کردم، اما موتور بازی سازی چیست؟ موتور بازی سازی در حقیقت نرم افزار نیست، بلکه تکنولوژی هست و بعد از طراحی سیستم عامل پیچیده ترین نرم افزار، یا بهتر بگم تکنولوژی ساخت موتورهای بازی سازی هست. موتورهای بازی سازی دارای سیستم‌های مختلفی مثل سیستم‌های آب و هوا، شب و روز، فیزیک، ریاضی و سیستم‌های مثل شبکه، هوش مصنوعی و دیگر سیستم‌ها هستند که در واقع ما میتونیم دنیای واقعی که در آن زندگی میکنیم و دنیای تخیلی خودمون رو بسازیم. پس برای ایجاد
تولید محتواهای سه‌بعدی که دارای بیشترین تأثیرگذاری رو داشته باشه، ما میتونیم از موتورهای بازیسازی استفاده کنیم. خب من در چند سال اخیر از موتورهای بازیسازی استفاده کردم و جدیداً هم با استفاده از موتورهای بازیسازی بخش‌هایی از کتاب درسی رو تدریس می‌کنم. خب با استفاده از موتورهای بازیسازی من بهتر می‌تونم محتواهای درسی رو به دانش آموزانم انتقال بدم. محتوای متنی که پیاده سازی این نوع محتوا به صورت دو بعدی و سه بعدی امکان پذیر هست. منظور از دو بعدی همون برگه های امتحانی هستش که در دست دارید و چاپ شده در اختیار دانش آموزان قرار میدید، یا فایل های ورد و پی دی افی که بر روی سیستم کامپیوترتون یا تبلتتون وجود داره و مشاهده میکنید. حالت سه‌بعدی محتوای متنی کتاب هایی هستن که محتوای جدید آن شامل متن هست، یعنی متنی که در واقع به صورت چه فایل اندرویدی یا چه به صورت فایل اجرایی ویندوز میتونید صفحات رو ورق بزنید. خب من اول به مثال دو بعدی و سپس وارد مثال سه بعدی میشم. همینطور که مشاهده میکنید من یه امتحان پایه ششم برای درس هنر طراحی کردم و میبینید که پشت زمینه اون رو که برگرفته از یک تصویر موتور بازسازی آمازون لامبریارد هست، این عکس رو در پس زمینه قرار دادم و سعی کردم که از رنگ‌های مختلفی استفاده کنم تا جذابیت امتحان هنر رو بالا ببرم. یعنی من نیومدم از برگ‌های سیاه و سفید استفاده کنم. برگه امتحان بعدی که مشاهده می‌کنید امتحان علوم پایه ششم هست که از رنگ‌های مختلف استفاده کردم، رنگ‌های ملایم که زیبایی کار رو بالا ببره و از طرفی مفهوم کاردستی مجازی رو هم برای دانش آموزانم تشریح کردم، یعنی کاردستی هایی که تا به حال به صورت فیزیکی و دستی ساخته می شد حالا به صورت مجازی در درسی که حالا به صورت دلخواه هست و این درس در رابطه با طراحی کنیم و بسازیم. خب من در درس ویدیویی خیلی سریع به ساخت عوارض زمین و اضافه کردن درختان در یک بازی تشریح کردم و از دانش آموزانم خواستم که با استفاده از کاردستی مجازی که من ساختم به صورت مختصر و مفید در رابطه با موضوع ساخت بازی توضیحات مفیدی رو بنویسن. در ادامه هم میبینید که سوالات مختلفی برای امتحان علوم طراحی شده. متون سه‌بعدی یا کتاب سه‌بعدی که میبینید با ورق زدن مشخص هست دارای متن‌ها و تصاویر مختلفی هست که دانش آموزان میتونن داخل فایل‌های اندرویدی یا ویندوز به صورت اجرایی این کتاب رو ورق بزنن، مطالعه کنن، بخونن و از محتوای
جالب و جذاب اون کمال استفاده رو ببرن. برگه بعدی امتحانی امتحان هنر پایه ششم هست که تصویر پشت زمینه زیبا از جنگل جهان لامبریارد رو من اضافه کردم و البته از رنگ ها استفاده کردم، رنگ های مختلفی که زیبایی برگه امتحان رو صد چندان کرده. خب سوال دو، برای سطح طبیعی و حجم مصنوعی هر کدام دو مثال را نام ببرید. من برای دانش آموزانم مفاهیم سطح و حجم رو به صورت طبیعی یا مصنوعی تشریح کردم و در سوال دو امتحانی هم مثالش میبینید که سطح آب سطح طبیعی هستش یا سطح گیاهی که میبینید و البته سطح سقف این ساختمون ها یا این دروازه میتونه سطح مصنوعی باشه. خب برای مدل های سه‌بعدی یا حجم های سه‌بعدی مثالش میتونیم درختان رو نام ببریم یا خانه‌ای که در اینجا میبینید یا جعبه هایی که در اینجا وجود دارن. همونطور که مشاهده میکنید در این برگه امتحانی نیز من از مفاهیم تصویری برای طراحی سوالات استفاده کردم. در سوال یک آمده است که تصویر زیر را توضیح دهید که با استفاده از موتور بازسازی لامبریارد آن بخش از ناحیه نیرو را برای دانش آموزانم توضیح دادم و البته اونها هم در امتحان و برگه البته جواب امتحان برای من توضیح دادن که این بخش از ناحیه نیرو چه عملی رو انجام میده. همونطور که مشخص هست و از روی شکل معلوم هست فلش های آبی رنگی رو میبینید که به طرف بالا وجود داره و به این معنی که اگر جعبه به طرف پایین سقوط کنه از اونجایی که نیرو به طرف بالا جهتگیری شده جعبه به طرف بالا خواهد رفت و این در واقع روند ادامه پیدا میکنه. در ادامه امتحان سوال 6 آمده است در شکل زیر توضیح دهید که چرا اجسام معلق یا به طرف آسمان نمی روند و به زمین می افتند. من با استفاده از موتور بازی سازی این آزمایش رو قبلا در کلاس شبیه سازی کردم و مفهوم تصویری این آزمایش رو برای دانش آموزانم نشون دادم و در برگه امتحانی نیست سوال به صورت تصویری مشخص هست و حالا جعبه رو بالا میبرم، اینجا دکمه پلی رو میزنم و میبینید جعبه به طرف زمین میفته، یعنی جاذبه وجود داره. خب این جعبه هم به طرف بالا میبرم و دکمه پلی یا دکمه سیمولیشن رو میزنم، میبینید که در واقع دوباره جعبه ها به طرف زمین میافتند. پیاده سازی محتوای فیلم که به دو دسته دموها و تریلرها و آموزش های درسی تقسیم میشوند. اما منظور از دموها و تریلرها چیست؟ دموها و تریلرها همان نمونه کارهای افرادی هست که منتشر می کنند
مثلا نمونه کارهایی از آموزش هایی که در واقع ایجاد کردن یا نمونه کارهایی که در رابطه با مهارتشون در نرم افزارها یا تکنولوژی ها رو نشون دادن. بخش دوم آموزش های درسی همان آموزش هایی هستش که معلمان یا اساتید دانشگاه به صورت آفلاین یا آنلاین در کلاس درسشون برای دانشجویان یا دانش آموزانشون ارائه می کنند. در اینجا یک جنگل برفی رو می بینید که بسیار زیبا هست و البته این جنگل طبیعی نیست، یعنی دوربینی برداشته نشده که از محیط جنگل و بارش برف فیلم برداری بشه، بلکه با استفاده از موتور بازی سازی آنریل انجین 4 این پروژه در واقع طراحی شده و نمونه کار بعدی هم یک جنگل طبیعی هست که باز هم با استفاده از موتور آنریل انجین 4 طراحی شده که دانشجویان معماری میتونن از این موتور استفاده کنن و طراحی خارجی ساختمون ها رو به صورت طبیعی طراحی کنن. نمونه کاری که مشاهده میکنید ویژه معلمان ریاضی و فیزیک هست که در فیلم آموزشی مربوطه توضیح دادم که چطور میشه با استفاده از معادلات فیزیک نیوتونی و برنامه نویسی گرافی که نودها رو به همدیگه وصل میکنیم یا گره ها رو به همدیگه وصل میکنیم چه اتفاقاتی میفته که مثلا نارنجک پرتاب بشه. در اینجا هم میبینید که این نودها یا گره ها یا اصطلاحاً مجموعه این گراف کار رو برای پرتاب نارنجک ها در دنیای بازیمون به خوبی نشون داده میشه. پس برای اینکه معلمان ریاضی و فیزیک بهتر دانش آموزان رو به صورت کاربردی با مفاهیم ریاضی و فیزیک آشنا کنن میتونن از موتور بازی سازی مثل لامبریارد یا یونیتی یا دیگر موتورها استفاده کنن. و البته اینجا هم میبینین نارنجک ها پرتاب میشه و در مثال بعدی در اینجا فرمول فاصله دو نقطه از یکدیگر رو به صورت سه‌بعدی مشاهده میکنید که در واقع فاصله نارنجک ها از همدیگر رو نشون میده که این فرمول در واقع فاصله دو نقطه از همدیگر رو محاسبه میکنه با استفاده از گراف هایی که در تصویر میبینید و در آموزش ویدیویی مفصل به این مهم پرداختم. پس با استفاده از این فرمول ریاضی ما میتونیم فاصله دو نقطه از همدیگر رو که مثلا این دو نقطه میتونه فاصله پلیر تا نارنجک، پلیر منظورم همون قهرمان داستان که در بازی هست، یا فاصله نارنجک از یک سری جعبه ها مشاهده میکنید و با سه ناحیه شعاعی مثل نقطه انفجار، نقطه انفجار که شعاع قرمز، نقطه انفجار با شعاع زرد و نقطه انفجار با شعاع سبز رو نشون میده که نقطه قرمز یعنی بیشترین میزان آسیب پذیری به جعبه ها وارد میشه، نقطه زرد یعنی آسیب پذیری رو ایجاد میکنه و نقطه سبز یعنی با انفجار نارنجک در آن نقطه هیچ آسیبی بر روی جعبه ها اتفاق نمیفته و میبینید که اینجا جعبه ها رنگشون تغییر میکنه و جعبه های قرمز
زرد و سبز. خب نقطه انفجار هم کاملا مشخص و ببینید حالا تیک رو میزنم و میبینید در نقطه انفجار جعبه قرمز از بین رفت، جعبه های قرمز از بین رفت و حالا نوبت جعبه های قرمز و زرد هست و از بین میرم و تنها جعبه های سبز باقی میمونن. یعنی نارنجک این جعبه های سبز رو طبق شعاع ناحیه سبز از بین نمیبره. این تماما مثال هایی برای درس ریاضی بود. پیاده سازی محتوای انیمیشن به همراه چند مثال رو در تصویر خواهید دید و اینجا همینطور که مشاهده می‌کنید شبکه جهانی اینترنت هست که شامل اتصال بانک‌ها، دانشگاه‌ها، کارخانجات، شبکه‌های تلویزیون و دیگر بخش ها هست که در قالب انیمیشن میتونید مشاهده کنید. مثال بعدی از محتوای انیمیشنی یا پویانمایی سیگنال های آنالوگ و سیگنال های دیجیتال هست که رابطه ریاضی مثلثاتی به صورت ایگریگ مساوی با سینوس ایکس یا ایگریگ مساوی با کوسینوس ایکس هست که به صورت انیمیشن در اینجا میبینید. من وارد جزئیات میشم و رابطه ریاضی سیگنال های آنالوگ و سیگنال های دیجیتال رو به صورت امواج به شما نشون میدم. همینطور که مشاهده میکنید اینجا فرمولی وجود داره و این فرمول شامل یک سری پارامترها هست که رفتار امواج رو نشون میده که البته فرمولش نسبت مثلثاتی سینوس ایکس رو در نظر گرفتم. به صورت پیش‌فرض امواج آنالوگ و دیجیتال و تولید نویز رو در نظر گرفتم و الان امواج آنالوگ رو که کلیک میکنم میبینید که در واقع رسم میشه. امواج دیجیتال رو کلیک میکنم و امواج دیجیتال نشون داده میشه و البته تولید نویز هم امکان پذیر هست. من پارامترها رو کمی تغییر میدم تا نتیجه کار رو سریعتر مشاهده کنید. در مثال بعدی همونطور که مشاهده می‌کنید دو تا خط اینترنت 2 مگ و 512 کیلوبایت هست و البته زمان تأخیر با رنگ آبی و زمان دانلود رو با رنگ قرمز مشخص کردم و در قالب یک انیمیشن یا پویانمایی نشون میدم که سرعت دانلود فایل MP4 در خط 2 مگ خیلی بیشتر از خط 512 کیلوبایت هست. این یک مثال تصویری برای مبحث پهنای باند بود. مثال بعدی از محتوای انیمیشنی یا پویانمایی مربوط به توپولوژی ها هست که در اینجا توپولوژی خطی یا شبکه خطی و توپولوژی ستاره‌ای یا شبکه ستاره‌ای رو می‌بینید که سیگنال‌ها بین کامپیوترها در حال انتقال هستند و سیگنال‌ها به کامپیوترها ارسال می‌شوند. اینها مثال‌هایی بود برای تولید محتوای انیمیشنی یا پویانمایی برای درس دانش فنی تخصصی.
پیاده سازی محتوای بازی درسی. این به چه معناست؟ خب وقتی که ما یک بازی رو طراحی میکنیم، بایستی در داخل این بازی موضوعات درسی وجود داشته باشه. یعنی در کنار این که دانش آموز یا حتی دانشجو بازی رو اجرا میکنه و از مراحل بازی لذت میبره، خب در کنار اون مفاهیم درسی هم انتقال داده بشه. در اینجا من مثالی رو خدمت شما نشون میدم که دارای انیمیشنی هست که این انیمیشن بر روی دکمه فان کلیک کنیم اجرا میشه. یعنی شخصی هست که حرکت میکنه به طرف چپ یا راست و در ادامه هم وقتی که دکمه استارت رو بزنیم، شخص وارد بازی درسی میشه و اینجا محاسبات جمع ریاضی رو انجام میدیم و با زدن دکمه استپ هر بار در واقع انیمیشن اجرا میشه و دو تا مثلا شکل رو با هم جمع میکنیم. مثلا 8 مکعب مربع به اضافه 2 مکعب مربع میشه 10 مکعب مربع و در واقع آتیش بازی هم نشون داده میشه. دکمه استپ رو بزنیم، این بار 3 آدمک به اضافه 9 آدمک میشه 12 آدمک و حالا استپ رو میزنیم و حالا دو تا شکل مربوط به هرم وارونه به اضافه 4 هرم وارونه میشه 6 هرم وارونه. این فقط یه مثال ساده برای درس ریاضی برای پایه‌های ابتدایی بود. مثال بعدی که به شما میتونم نشون بدم و طراحی کردم برای درس معماری هست، برای دانشجویان یا دانش آموزان معماری که میتونم با مفاهیم رنگ‌ها، متریال، تکسچرها آشنا بشن. و همینطور که میبینید این مبلی هستش که میتونیم رنگش رو انتخاب کنیم و بعد از اون میتونیم بافتش رو هم تغییر بدیم. این فقط مثال هایی هستش که شما میتونید به هر حال در کلاس های درسی با استفاده از موتورهای بازی سازی پیاده سازی کنید. اینجا هم خب یک مبل دیگر و همینطور که میبینید بافتش تغییر میکنه. اینجا هم خب میبینید برای تزیین داخلی ساختمون ما میاییم از لامپ های مختلفی استفاده میکنیم با رنگ های مختلف. مثلا این لامپ رو بر روی پنکه قرار میدم و همچنین این لامپ رو قصد دارم ببرم کنار شیر آب قرار بدم به این صورت و همچنین این رو هم برای سرویس بهداشتی به کار میبرم و در این قسمت قرار میدم. پیاده سازی محتوای شبیه سازی. ما با استفاده از شبیه سازها میتونیم برای دانش آموزان و دانشجویان محیط های مجازی رو در واقع ایجاد کنیم که بتونن در واقع کارهای درسی رو در اونجا انجام بدن. مثلا همین نرم افزاری که شبیه سازی شده برای دانشجویان رشته شهرسازی یا معماری مورد استفاده قرار میگیره. برای مدیریت شهر به هر حال امکانات لازمی باید داشته باشیم. مدیریت شهری لازم هست، پل سازی، سد سازی و در واقع تغییرات و دکوراسیون هایی که میتونیم بر روی شهرمون انجام بدیم. مثلا سیستم حمل و نقل و حالا
میتونه اتفاقاتی که داخل شبیه ساز بیفته، مثلا اتفاقاتی که حالا آتش سوزی یا مثلا بتونیم درختکاری ها رو انجام بدیم، مدیریت ترافیک انجام بدیم، و همه اینا برای دانشجویان شهرسازی خیلی لازم و ضروری هست. خب مثال بعدی، ما میتونیم در رابطه با دانشجویان و کسانی که در بزرگراه‌ها کار میکنن به هر حال کمک‌های مختلفی که لازم هست، دانشجویان فوریت پزشکی در بیمارستان‌ها یا بزرگراه‌ها رو انجام بدن، همچنین پرستارانی که روند کارشون رو بتونن باهاش آشنا بشن، و همچنین برای دانش آموزان و دانشجویان محیط آزمایشگاه علوم یا آزمایشگاه شیمی رو به صورت عینک‌های VR شبیه سازی کنیم. و اینجا هم مثالی مثلا برای اندام‌های مختلفی که در درون انسان هست و از بخش‌های مختلفی که تشکیل شده. محتوای بعدی محتوای صدا هست. محتوای صدا میتونه در قالب فقط صدا باشه یا در قالب صدا و تصویر باشه. البته خود صدا از سه بخش وایس، یعنی صداهای انسان‌ها، ساوند، صدای آنچه که از حیوانات یا بادی که حالا میوزه میتونیم بشنویم، ساوند اسمش هست، و میوزیک هم یا همون موزیک در واقع همون صدایی هستش که در ترانه ها و آهنگ های مختلف میتونیم بشنویم. البته تمامی مواردی که صدای من رو تحمل کردید میتونه محتوای صوتی هم باشه. یه مورد هم هست که فایل صوتی رو به صورت پادکست ذخیره میکنن، یعنی فقط فایل صوتی هست و مطالب مختلف، اخبار و جدیدترین اتفاقاتی که میفته داخل اون پادکست برای مخاطبین، حالا دانش آموزان یا دانشجویان یا قشری از جامعه ضبط میشه. البته حتما مطالب مثلا اخبار یا مطالب علمی نیست، حتی در قالب درس هم میتونه به صورت فایل صوتی ضبط بشه و در اختیار دانش آموزان یا دانشجویان قرار بگیره. این هم در رابطه با مبحث محتوای صوتی یا صدا بود که خدمت شما عرض کردم. در این ویدیو سعی کردم مطالب رو به آرامی و آهستگی و پیوستگی خدمت شما بزرگواران تقدیم کنم. خیلی متشکرم که به این ویدیو نگاه کردید. منتظر طرح سوالات، انتقادات و پیشنهادات شما هستم. من احمد کرمی از استان آذربایجان غربی در شهرستان بوکان، قلب تپندی رکتور تولید محتواهای آموزشی در سراسر کشور، ساعات خوبی رو برای شما آرزومندم و شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.